گفت جان گذشته عمر ما دل بیقراره دل عاشق قراره رویاد کارد آیاد بیداد زمستون دلی که ماندی تنها دلی که دل بری خب کسی که میخواد محرم بره باید همه لباسات تنش در بیاره، کلا هیچ لباسی تنش نبشه. ما قبلا این کارو کردیم دیگه، الان نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. وقتی همه لباساش از تنش در آورد دو تا لباس میپوشه، یکی پایین یکی بالا. این که پایینیه بهش میگن ازار، به چرخ نابای معمولی ببینه مثل لنگی همون بستمره. یکی هم که بالایه بهش میگن ردا، مثل عبا. ما عباهامون اینجوری مندازیم، اینا هم اینجوری مندازن آقای معمولی. الان ببینید یک نمونه کامل از لباس احرامه. الان نگاه کنه، شما بیاین جلو یک بچرخن خانم آقایون ببینن تا نگاه کنه. این الان دقیقاً آقا جان نمیخواد بچرخی، نمیخواد بچرخی، همینجا واسه راه برم بهتر. نه بهتر نیست حاج آقا، ببخشید لباس خواهرها چیز اضافه‌ای نداره؟ خیر خواهرم هیچ چیز اضافه‌ای نداره. اجازه بده خواهش ما بگو خانم، لباس شما هیچ چیز اضافی نداره. این دوتایی که ما گفتم این حکم مال مردایه. لباس احرام شما همون لباسیه که تنتان کردین، همونه. خب قبل از اینکه ما الان بخیم به طور کامل آموزش طواف تمرین کنه، ما بهتون بگم این جلسه‌ای که الان باهاتون بودم این جلسه آخره دیگه. ما با شما کلاس نداریم، تموم میشه میره. فقط نگاه کنین، حواستان باشه فردا همه تان حاضر و آماده با وسایل کامل تو فرودگاه میبینم. خواهشاً کسی تأخیر نکنه. رأس ساعتی که بهتان گفتن حتما بیان اونجا. الان بگم وسیله اضافه با خودتان کلا ور نداره. چی اضافه بر نداره؟ آقا پول اضافه کسی با خودش نیاره، اصلا کسی پول اضافه نداره. الحمدلله وضع اقتصادی اینجوری، حالا پول اضافه هم ندارن. حالا میگم بالاخره اونجیه پول اضافه بیاری، میری تو بازارا مشغول خرید کردن، میری سرت بند مره از اعمال مستحبی تو عبادتات باز ممانی. درست شد؟ خب خانم آقایون بلندشن، برپا آقایون جلو، خانم پشت سر. بفرمایید آقا جان هرچی سرگرو داره بزنی سرگرو بره. آخه سرگرو چیه؟ محکمه سرگرو داره یعنی چیه؟ نهیده من موش آزمایشگاهی کرده بود اجی؟ مواظب باشین، اصلا لازم هم نیست از باچه بره. هر کاری هم که شماره از عمل مستحبی یا واجبتان دور میکنه کلا بهش توجه نکنه. بله بالا واسان جان، واسه آقا جان، واسه آقا جان قطع کن اون تلفن رو. پسر خاله من، پسر خاله دختر خاله رو قطع کن. مرد حسابی ما چقدر تذکر بده؟ اصلا ما چقدر بگیم هر چیزی که باعث میشه شما رو از عمل واجب یا مستحبتان دور کنه، شما از خودتان دور کنه. چشم خواهشن رعایت کنین دیگه، چقدر تذکر بده. بفرمایید بفرما آقا جان، مواظب باشه. آقا ما از بس تذکر دادم دیگه صدام داره میگیره. حواستان باشه خواهرها برادرها، بخیر ثواب زیارتتون بیشتر بشه زیر لب یه ذکری بگه یک صلواتی بفرسته که ثوابش بیشتر بشه. مواظب به مریضا هم باشین مخصوصا اونایی که با ویلچر میرن وسیله قیمتی با خودتان دارن کسی ازتان ندزده. آقا جان واسه ببینم آقا جان داری چه کار میکنی؟ آقا ما واسه حجر الاسود ماچ کنیم. آقا چی واجب که تو حجر الاسود ماچ کنی؟ مرد حسابی اینجا حجر الاسودش الکی ولی اونجا که ما باید حجر الاسود ماچ کنیم دیگه. آقا چی لزومی داره شما یک حجر الاسود می ماچ کنی تو مدینی اونجا حدود 2 میلیون نفر آدم دارن دور کعبه میچرخن. تو یک لحظه وای مسی خب نمیگی یک حادثه بزرگی اتفاق بیفته؟ نه آخه حجر الاسود اینجا الکیه ولی اونجا ما اگه حجر الاسود ماش نکنیم که طواف ما کامل نمیشه. آقا کی گفته طوافت کامل نمیره؟ مدر و مسئله شرعیش ما گفت اصلا واجب نیست. اگر شرایط بود که اصلا نیست شما این کار رو بکن. الان شما یک لحظه وای مسی مدینی خدایی نکرده خدایی نکرده زبونم لاد یک حادثه بزرگی ممکن اتفاق بیفته. باید خیلی مواظب بشن. آقا خیلی دقت کنین کار خیلی جدیه. رو چه جدی نمیگیرین شما آقای معمولی؟ بفرمایین آقا خواهش میکنم بفرمایین عجله نکنه. بارکالله خواهران از ما انضباطشان بیشتره الحمدلله. خب را بیافتیم خیلی خوب. یه لحظه وایستا همه. آقا یک مسئله مهمی رو می‌خواستم براتون توضیح بدم. خدا رو شکر که به درد این جمعم نمیخوره. این مسئله که میخوام بگم خیلی مهمه. البته در بین جمع ما نیستن ولی نگاه کنین بره که بعد نگن بره چی نگفتی. همتون خودتان میدونین حکم مواد مخدر در کشور عربستان خیلی سنگینه. یعنی نگاه کن فقط یک ذره سر سوزن از تا مواد مخدر نگیرن کلک تا کنده. یعنی حکمتان تا اعدام هم جلو مره او هم گردنتان با شمشیر مزنن. با شمشیر؟ بله مسئله خیلی جدیه. اصلا شما میخوای بریم منزل خدا تریاک برشون کثافتی برشون ببریم؟ بله اصلا مواد مخدر چی مواد قدیمیش چه جدیدش هر کدوم بگیرن خطرش بره هممانه آبروی خودمان و کشورمان بره. بله حواستان جمع کنه خواهش میکنم راه بیفته بفرمایید. خانما داخل آقایون نرن. گذاشتم الان 15 دقیقه سو صورتمه. نه هنوز خوش نشده. نزار جون مگه میخوای بری عروسی؟ چرا مهمونی گیری؟ مهمونم مگه نمیتونی بپوشی؟ خب عزیزم آخه باید برم سر کار. ماشین میاد دنبالم دیگه. باشه میذارم باشه. عزیزم میذارم باشه فهمه. بعد صحبت میکنی. باشه خداحافظ بچه‌ها. این چمدونو بابا میخواد با خودش ببره. بلی یه ساک کوچیک برداریم بیاریم. مامان خانم گفت ساعت حرکت عوض شده. کی شده؟ فردا ساعت 8 شب. 8 قرار بود پس فردا 5 صبح باشه. دیگه ما چیکار کنیم عوض شد؟ الان داریم میگی؟ 2 دقیقه است به ما پیام داده. خب بابا تو الان خود 10 شب بره چیکار کنیم؟ این چه مدل برنامه‌ریزی آخه؟ بابا بهش بگو همه دارن میرن اردو چرا ما نباید بریم؟ عزیزم من تو کلمه بگم اون قانع میشه؟ الان حواستون باشه به کسی چیزی نگین بابا هم چی نفهمه. خب عمه بگو. ماما به بابا بگو سانیکا رفتن خونه دوستشون درس بخونن نیستن ازت خدافظی کنن. نیکا بابا میخواد بره مکه نمیخوای باش خدافظی کنی؟ خب بهش راستشو بگو. خب قبول نمیکنه بعدش میاد از اردو. خب فکر کنه اونجا ازات بالا سطح میاد. خب بگو نمیتونن تحمل کنن گریهشون گرفته بود رفتن خونه عمه که لحظه آخر نبیننه. آه چقدرم که شما احساساتی هستین. بچه‌ها اینو جمع کن برید یه ساک کوچیک بیارین مال باباست. مامان بابا بره یه ساک کوچیک بده ما 2 نفریم اینو میخوایم. بابا بنز 10 نفر بعد ببره بنز 20 نفر بعد بیاره. اومد دیدین؟ بریم بچه بریم. ای بابا حالا دین به فکر جوانسازی افتادی. از پشت ماست معلومس خجالت کشیدم گفتم دارم میرم تلویزیون خودم خودم برسم دیگه. این ماشین ره برادرزاده حاجی برداشت برد به این گفته بودم استنبای حاجی باشه. نه عرستو بود. یعنی چی؟ من باید امروز استنبای حاجی باشم. حاجی ماشین لازم داره. گفت زنگ زده که زنگ زده این دیروز از زندان آزاد شده امروز ماشین مجلس سوار شده رفته. خب زنگ زد بهت میگفتی نبره. بابا من بین صفا و مروه بودم، تلفن نمیتونستم جواب بدم. من صفا و مروه چه؟ تمرین داشتیم، تمرین مطربی داشتیم. حتما کار واجب داشته دیگه. حالا بابا کار واجب، من خودم کار از این واجبتر ضرورتر پیاده گاز کردم. به اجازه کی ماشین رو برشته برده؟ الان سر من چرا داد میزنی؟ به سرخاله خودت میدونی ارسطو. هما جان عزیز من، تو کجا کفش کلا کردی؟ بینا رو تمیز کن. کجا کفش کلا؟ من دارم میرم تلویزیون دیگه، بعد اخبار بگم. اخبار؟ لا اله الا الله. بابا جان دیشب شما رفتی اخبار گفتی. مگه چقدر اخبار میگم؟ مگه چقدر از اخبار هست؟ دیشب همه گرفتن، خوابیدن، بلند شدن، تموم شده رفته، خبری وجود نداره شما بری خبر بگی. نمیخواد بری. این چه اخلاقی تو داری؟ تا دیروز که من خونه بودم میگفتی با این همه نمیدونم سواد و پشتکار و نمیدونم تجربه چرا موندی خونه؟ الان که دارم میرم میگی چرا میری؟ بله چشم، منو میام پایین. بله بله همین الان. سارا، نیکا، بیایم ببینیم باباتون چی میخواد بهش برسیم. من رفتم، خدافظ. خدافظ. باران غریب، سارا، نیکا، بیایم بابا رو رسیدگی کنیم. مصیبت شروع شد. اتفاق معمولی. تمام آزمایشی رو زدی؟ قبول باشه. چی شده؟ من الان 2 دقیقه که من 20 کیلومتر خارج از شهر هستم، چجوری 2 دقیقه خودمون برسونم مثلا؟ با هواپیما بیام نمیشه که. رفتی خارج شهر؟ با ماشین مجلس شورای اسلامی رفتی خارج شهر؟ مرد حسابی تو هنوز مور آزادی خوش نشده. ماشین مجلس داری گاز میدی؟ من الان زنگ میزنم پلیس عقلی بذاره یه سره بکنن. ایس کن آقا نقی، برای ابوطیار اینقدر کولیباتی در نریار. یا مکه مکرمه، ترانه گذاشتی تو ماشین دولتی؟ دوردار که نرفتم، بلند شدم دیدم ماشین سر جاشه، تو هم نیستی. گفتم تا برمیگرده من برم ماشین کارم انجام بدم، بعد بیام بزنم سر جاش. آقا من فردا عازم مکه‌ام. عوضی که زیر بالا پر من داشته باشی، عوضی که حواست به من باشه، ببین کدی رفتی دنبال خوشگذرونی. آقا نخی، من حبس کشیدم، من تازه از زندان اومدم بیرون، من ساقمو هنوز باز نکردم. با یه حبس کشیده اینجوری حرف نزن. کاری نکن بزنم کنار، بنزین بریزم روی خودم، ماشین هر دو رو تعدیل کنم. میگم آقا جان من نمیتونم. آقا نقی نمیتونم، من کم 50 55 دقیقه دیگه میرسم خونه. آقا جان من الان استنبای حاجیم. نه خیر، من اینجوری نمیتونم. بله که نمیتونم. برای خانواده ما این چیزا خیلی مهمه. برادر من نقی معمولی شخصی که الان یه مجلس داره رو انگشت این میچرخه. زن داداش من یه شورای شهری بوده که الان داره اخبار این مملکت میگه. خیلی ببخشید اینو نباید میگفتم، ولی شوهر سابق من بهبود فریبایی که دوباره اسم پلنگ مازندران تو این مملکت زنده کرده. پدر من پنجلی معمولیه که هر عضو این بدن یکی نجات داده. بله این چیزا برای خانواده ما خیلی مهمه، برای شما شاید مهم نباشه. آقا من نمیدونم، برادر من از مکه بیاد ما باید کار تمام کنیم. این کیه میاد پشت خط تو بوغ؟ الان این وقت صبح؟ خب آقا شماره اینه برای من بفرست، من حساب اینه برسم. آها اگه ریگی به کفشتو نباشه که شماره رو برای من میفرستی. تلفن چرا پرت کردی؟ سر بچه منو میشکنی؟ من که بچه تو هم تا الان از کسی نپرسیدم کی به کیه چی به چیه. بعد تو این دخترای دبیرستانی کیه رو انداختی؟ معلومه قصد من، چون زندگی من مثل تو نیستم. اوی خودتو من مقایسه نکنی یا بیادب. بهتاش آقا فردا پس فردا این مردی اومد وسط زندگی ما، با من شوخی بوخی نکنین ها. از من حساب نبرید، این 100 سال سیاه از من حساب نمیبره. یه جوری قشنگ با من رفتار کنین من بتونم سوار گردنش. یاره اصلا تو چی میگی؟ کار زندگی نداری؟ تا لنگ زور وسط رخت خواب افتادی؟ این تیم نساجی طوری نمیخواد؟ خب اگه نمیخواد ما رو بگه ما طوری نقاشی، کفاشی، بنایی بفرستیم یه چی یاد بگیری. حالا درست به اون نمیرسی میخوای سر من خالی کنی؟ همه شما لنگه حمید. باید زد تو سر همه شما. مردی داره با من حرف میزنه فرد فرد که میاد پشت خط این. بابا خجالت بکش. خجالت تو بکش که آبروی بابای منو بردی. اوز بابای منو دادی پول گرفتی. طلبکارم هستی؟ صبح زنگ زده چغالی منو بکنه. این بشر هنوز نیومده تو خانواده ما، داره خبرچینی منو میکنه. مادر من، عشق من، فیوریت من. کیس از این بهتر نبود باش کانکشی؟ بهتر از این چی میخوای؟ خانواده دوست، کاری، زحمت کش چی میخوای؟ این بشر مایه ننگ منه. همه جا اسمش میاد منو خنده میکنن. رحمت کاسه خب معلومه یه چیزی هست. این اصلا آرایشگر نیست، این فقط کاسه میذاره سر مشتری تر داداش میذاره. حالا باشخواب ملاقه بحث عوض نکن. آبرو داداش من برده یه قرتونی مینم باقیه. آقا نقی کم به تو خوبی کرد، کم زیر پر بال ما رو گرفت، در نبود پدر برای تو کم پدری کرد. خیلی کم. وای الهی باد تو رو نیفته که داری مزد برادر من اینجوری میدی. عضو بابای منو دادی پول گرفتی، طلبکارم هستی. چی پول هسته؟ ای بهتاش من رنگ نکن. همون دیشب همه علیاباد خبردار شدن. بله معلومه با وجود این بشر همه خبردار میشن. خبرگزاری علی‌آباد BBC رحمت امینی. آخ بابای مظلوم من. ها چیه؟ پول چی کار کردی؟ پول میخوای؟ مانه پول میخوام. بفرما اینم چک. چقدر عقلی کردی چک نقد نکردی. آفرین پسر باریکلا. این چک نقد نمیشه، معلوم نیست مال کی است. آخ تو چقدر بیورزه‌ای که همه سر تو رو کلا میذارن. یه دونه چک نتونستی نقد کنی بعدا میخوای پتر چک باشی؟ آقا من 100 دفعه نگفتم اینجور جا رحمت با خودت ببرو، سررشته داره، کارکشته است. خیلی کارکشته است. من اصلا رد دادم. ما نفهمیدیم شما خوشحال هستی ما این عضو فروختیم یا ناراحت هستی ها. بفرما اینم بده به داداشه. بی خود خودت برمیداری چک میبری به دست پای این میفتی، دست پای این ماچ میکنی میگی دایی غلط کردم. نو. یس بی خود. آره بشین تا من دست پاش ماش کنم. برای من ماکارونی درست کردی؟ آدم عاقل سر صبح ماکارونی میخوره یه تپه نشسته؟ دیوانه؟ دستور پزشک. فرمایش کن گل. بله آقای رسولی خیلی به شما سلام رسوندن. تا از در اومدی اصلا نفس آقا رسولی زد تو صورت. معلومه که خیلی دوست داره. خیلی منو دوست داره. تو حبس هم خیلی هوای منو داشت. هر کسی رو پلومن نمیفرسته. بله اونم حبس کشیده است دیگه. خیلی منو دوست داشت واقعا. اونجا خیلی به کار من اومد. عرض که من قبل از حبس از این در واقعا تو نمیومدم. چارچونه هیکلی حبس منو آب کرد. لعنت به دیوار. لعنت به قفس، لعنت به حبس، لعنت بر پدر مادر هر کسی که خلاف میکنه. بله من قبل حبس بوتیک داشتم، یه بوتیک داشتم، 3 تا فروشنده بانو، شاسی بلند داشتم، خونه داشتم با چه بزرگی آپارتمان من اجاره کرده بودم. باورت میشه تا روز آخری که من از اونجا اومدم بیرون بعضی از این خواباش من ندیده بودم. قبلش هم که من دستم به خیر بود دیگه. قبلش هم که من راننده کامیون بودم، پای یک داشتم، 18 چرخ دیگه همه جای دنیا رو من رفتم، دنیا دیده هستم، مسلط به زبان انگلیسی. حتی من تا اروپا رفتم، اون برای اروپا تا این برای شرق آسیا، خاور نزدیک، خاور دور، چین، تایپن من رفتم. بعدش که دیگه چک پدرش بسوزه، زندگی ما رو از این رو به اون رو کرد دیگه. واقعا گیر آدم نااهلم افتادم. لعنت بر پدر مادر کسی که این دسته چک رو باب کرد. الان هم آدم خدمتت که اگه یه لطفی بکنی یه کاری که در شأن و شخصیت من باشه، بالاخره من آدم سرسنگینی هستم، تو محل من میشناسن، یه کار با آبرو برای من پیدا کنی. دمت گرم. نه سینه سوخته ای، شغل ما سطح داره، منم بالاترین سطح رو برات میزنم. دم شما گرم. مشاغلی که دارین الان چی هست؟ بستگی به موقعیتش داره، یه موقع تلخیکیه، یه موقع آبکیه، یه موقع مثلا نمیدونی چیه میفروشیش. چی هست این تلخکی آبکی؟ مواد. نه کلا من با مواد مشکل دارم. یه شغلی نداری بی درد سر باشه، یه کار کارمندی بر من سراغ نداری، تحصیل داری، نگهبانی، آبدارچی هم باشم میکنم. 6 ماه دل بده به کار میشی توپ این روز اولت قبل حبس. مواد تو نیستم. نکش. برای پدرت هم بیاموزه. پس چیکار کنم؟ بفروش. نه کلا من با مواد مشکل دارم. نکش، چون اگه بکشی میشی مصرف کننده، بشی مصرف کننده از فرداش باید بیفتی دنبال فروشنده، اصلا میتراشه آبت میکنه. ولش کن. من نمره شما رو دارم، برم فکرام بکنم به شما زنگ میزنم. برو فکراتو بکن، اصلا فکر نکرده کاری نکن. فدایت بشم. ببخشید. با چه فروشه به همه چیز مافنگی، متد بدبخت. ماشین رو که دیدم فهمیدم جنم داری. این لیموزین مال من نیست، مال پسرخاله منه، اجاره دولته. بله. مال دولت شیر مادره، نخوری گول میخوری، سینی خیرات ور نداری یکی دیگه ور میده. نه ماشین نماینده کشه، پسرخاله من نماینده مجلس باش جابجا میکنه. چه کیسی؟ ارج داره، قرب داره، حقوق داره. نمرت رو دارم گل، بهت زنگ میزنم. خاکم برو خرسم. منتظرم ها. باشه. فکرام بکنم؟ بکن. ولی همش خبر گرونی میفته به هما. اونجا هم پارتی بازیه. داداش اخبارو که اینا انتخاب نمیکنن، اینا رو میگن چی بگن دیگه. آبجی دست در نکنه، در نبود هما تو هم نبودی ما گشنگی میمونیم. غذا سارانیکا درست کردن، من الان رسیدم. چی میگی؟ 2 تا بچه؟ همچین میگی 2 تا بچه انگار دوقلوهای رحمتن. ای به داداش، آدم بچهای خودش اینجوری صحبت نمیکنه. نه منظورم اینه که معلوم مونده تو با هنر اینا آشنا بشی. حالا غذا رو بخور میفهمی من چی میگم. سارا نگا غذا رو بگیریم بیارین دیگه بابا. میشه آدم بچه اون مادر باشه آشپزی بلد نباشه؟ این کیه وقت نهار؟ بروز یه گاز بده بالا شما رو در وا کن. عین کیسه برنج افتادی رو زمین. لا کیه؟ رحمتون. آقای من، پسر من، در بزن، داری میای؟ آبجی جان، این دوربین کار روش داره خونه من؟ چرا؟ آخه آدم اینقدر ابن بخت عد سفره رو پهم میکنیم این باید پیداش بشه؟ به خاطر من اومده داداش. این لقمه غذا دیگه میخوره دیگه، کنار تو چیزی نیست که. خورمت؟ سلام. آقا مادر زنم نداری بگیم دوست داره به وقت میرسی. چیه؟ این چیه؟ دعوا گرفتم با رمارایی. بازم؟ تو مگه با اینا قهر نبودی؟ دعوا برای چی گرفتی؟ میشه با جشن برگشتنی منو سوار کردن، صبح تو خونهشون. صبح چی؟ حالا تابلو نکن، بعدم میگم بهت. چه بوی غذایی هم میاد. بفرمایید. سلام داداش. یواش. خوبی؟ سلامت باشی. چیه داداش؟ تصادف کردی؟ نه دیشب تاریک بود توی چاله داغون افتادم اینجوری شدم. دروغ میگه رحم و رحیم زدنش. اینو از کجا درآوردی؟ بهتاش گفتم. آقا این دوتا داداش تو رو زیاد کتک نمیزنن؟ ما همش درگیریم دیگه داداش سر ارث و میراث. ارث میراث چیه؟ خدا رحم کرد پدر شما مثل پدر ما ارث میراث نداشت. چی میگی؟ دروغ میگه صبح تو جیب رحمان تریاق پیدا کرده دعواشون شده. تریاق میکشن دوتایش تفریحی. دروغ میگه دوتاش. بس دیگه دروغ میگه رو انداخته. این فوزیلیا به تو مربوط نیست. مشقتو بنویس. سارا نیکا همه این غذا رو بگیریم بیارین دیگه. این کدوم گشنه یه دوباره پیدا شد. بروز بلند شو مثل مار عفی فشفش نکن بلند شو. رفت کیه؟ اما عرستون جل میزنی سدرفونی چیل مهم چهار سرخاله؟ پسرخاله؟ آقای معمولی نقی کو؟ سلام آقا نقی سرخاله اینجایی بیا نهار خوردی؟ نهار سر آن بخوره آقای معمولی بگو بیاد لیموزین تحویل بگیره آقا سویچه بیا بذار بیا تشریف بیار یه نهار بخور آقا نقی بیا این ماشین رو تحویل بگیر آقا نمیخواد سالمه تشریف بیار نه بیا قشنگ بالا پایین این برون برش شما چک کن پس فردا نگی این ورش بالا بود اون ورش پایین بود بلند شو اصلا کی به جنابعالی اجازه داد ماشین دست بزنی آقا نقی من به شما زنگ زدم شما نتونستی جواب بدی بس سر اون نیست بس اینه که به خاطر ماشینی که بالا تا پایینش خرجش دولت میده اینجوری باید منو دعوا کنه این فحش بدی به من این سزاوره آقا رو کتابچه بچه نشی ماشین در اختیار دولت اینو میفهمی خب آقا اصلا ماشین چه ارزشی داره اینو بگو خدا شاهد اون زمان که هیچ کی شاسی بلند نداشت من شاسی بلند داشتم کو آقا به من که دیگه نگو من خودم شاسی ترین شاسی بلنده رو من داشتم 18 چرخ داشتم اینو به کسی بگو که با مال دولت داره پوز میده آقا من دارم میگه ماشین لا اله الا الله باز داره تکرار میکنه این ماشین اگر در اختیار خود من بود من کبریت میآوردم بنزین میآوردم میدادم شما آتیش بزنید آقا شما لازم نیست کبریت بدی بنزین بدی من ماشین آتیش بزنم شما اون 1830 رو اخ کن من خیلی ممنون میشم من صبح روز دوم آزادی خودم بلند شدم رفتم دنبال کار بگردم برای اینکه زیر منت کسی نباشم گل خب گذشت تموم شد کار پیدا کردی بله خیر کاری که مطابق با رویات من باشه پیدا نکردم آقا نقی واقعیت اینه که من نباید دنبال کار بگردم کار باید دنبال تو بگرده دوغته بنوش 100% بحث سر اینه که این آقا نقی که ادعا داره مجلس روی شاخ ایشون میچرخه آقا من ادعا کردم مجلس روی شاخ من میچرخه بله شما در و دیوار این اتاق رو نگاه بکن یه طرف عکس اصولگرایان یه طرف عکس اصلاح طلبان یه طرف ماگیرینی یه طرف جواد ظریف آقا ما کمتر از این آقا بهتاش هستیم که شما برداشتی اینو قالب کردی به تیم نساجی قائمشهر بزرگترین هنر این آقا این بود که این با مونده رو بین دو تا انگوش قرار بده فوت بکنه بگه ای خدا سخال دومت قد ندیدی یه بند انگوش سیگار دیدی آقا بس عوض نکنید من چه کار باید میکردم که برای شما انجام ندادم اینو به من بگو یه رانندگی که میتونی برای من پیدا کنی یعنی خودم چیکار کنم پس آقا من مالکی رو نمیگم که کی رو میگی پس راننده شورای شهری راننده بخشداری فرمانداری دهیاری پیکی پوکی آقا ولکن تو رو خدا مردیم از گشنگی بابا یه لقمه نهار بخوریم ما آقا غذا اومد الان غذا میخوریم خدا پدرت بیامرزه این دیگه کدوم گشنه‌ایه این بهتاشه اومده دستبوسی تو این با پای خودش اومد افتاد تو تله نه داداش این سر به سر نذار داداش اومده خودش برای تو توضیح بده دست پای تو رو اومده ماچ کنه من دست پا نمیذارم آبجی برای خدا من اینو گفته باشم من نقی یه نفس عمیق بکش خودت ریلکس کن حرفاشو گوش کن بگذر آقا نقی این آقا بهتاش اون بهتاش قبلی نیست یه چیزی میگی به این برمیخوره میفته رود سیلی میخونه بنده گوشت ها کی این اسکلت مرغ خدا شاهده حریف بنگلادشی من دو مطابقه این قد داشت سوته که زدن چشاش خیره به سقف مونده بود باشه داداش الان تو بزرگی کن خب باشه برای ما که بزرگی نکردی برای این بی بابا بابای کانگار داداش تو داری ناسلامتی حاجی این مملکت میشی آره قدم بذاری با یه بچه نفهم بعد نه نه من اصلا مشکلی ندارم فقط بیاد دست منو ماش کنه، بیاد پای منو ماش کنه، فقط بگه که اون بابا کی بوده و چقدر پول گرفته، تموم شد. بیا پسر، بیا تو. از نظر من کاته، ولی از نظر اون کات نیست، میدونی؟ منم بلاکش کردم و گفتم بای. نه، قضای 4 نفر بود. اشتباه میکنه، بعدا صحبت میکنه، بسه صحیح میکنه. آفهم کنه. Vamos. بهداش، حرفایی که من زدی داییت بگو. جناب آقای نقی معمولی، اگر ناراحتی بنده اینجا دارم غذا میخورم برم ساندویچی. ناراحتم؟ با بابای من کاسبی رو انداختی میپرسی من ناراحتم؟ نه خوشحالم. من نقی داداش بلکن دیگه، تو ناسلامتی داری حاجی میشی. آره آقا نقی، همین الان میری پیش اون بابایی که بهش پول دادی. آقا چه پولی، چه کشکی، کی واسه اون لوزال مده پول میده؟ آقا درست صحبت کن، لوزال مده پدر بزرگت احترام نگه دار. سر پنجلی نیستم، اگه من تو رو همین امشب آدم نکنم. آقا یه چک واسه دستخوش به ما داد که اونم نقد نشد، بفرمایینم با عشق تقدیم بشه. بابای منو چوب عراج زدی، دست خوش گرفتی. آقا نقی مکه من کاری نبودم، من فقط تربیه به عنوان پسر بزرگتر بردمش بیمارستان که رضایت بده لوزالمعده از این بدن دلیوری بشه به اون بدن، فهمیدی؟ آقا نقی مکه میخوای خونه خودم میخوای بری؟ داداش من برای تو دوغ بریزم؟ آره دوغ بریز یکم آبجی. دست بکش کنار، دست بکش میخوام دوغ بریزم. آره مشغول شی؟ آره دوغ بخور گل بیا. مشغول شی؟ بریز براش. بخور. آره من نیم ساعت پیش باید باشگاه می بودم، خیلی دیرم شده بای. نه خیر از این خبرها نیست، پیاده میشی میری در میزنی، قبل از اینکه من با مردی روبرو بشم یه سری نکاتی رو به این گوشزد میکنم. شما زحمت نکات خودت بکش، من نیم ساعت پیش باید باشگاه. میبری پایین میگی این شخصی که الان تشریف میاره دایی منه، پسر صاحب اصلی لوزالمعده، نماینده تامل اختیار اون مرحوم در این دنیا. میگه این دایی منه، اینه، اونه، اینجوریه، اونجوریه، این گذشتهشه، حالشه، آیندهشه، کشتی، مجلس، مکه، هرچی خصوصیت اخلاقی من از رفتار، کردار، منش، خط قرمز، نقطه جوش، همه رو توضیح میدی بعد من میام. من دیگه رد دادم. چی گفت؟ میگه من رد دادم. حضرت عباسی چی گفت؟ میگه رد دادم دیگه. من سوال از تو دارم، مردی مگه قراره تایید صلاحیت تو رو انجام بده؟ مردی دوزه. نه آخه آقا من حوصله داستانا رو ندارم، شما گفتید آدرسش کو، اینم آدرسش. شما 3 تا آدم مدعی هستید، برید تو سینه طرف خودتون مشکلات رو حل کن. آقا من میخوام برم باشگاه. عزیزم آدم پای کاری که کرده باید وایسه، شما الان یه طرف معامله باید تو این جلسه حضور داشته باشی. نه من یه طرف معاملم، ایشون هم پسرخاله ایشونه. شما کدوم طرف معامله هستید؟ من سرباز نقیم، پادر رکاب نقیم، حکم برادر بزرگتر برای من داره. اینکه دیدار با یه دوزه، دیدار با اژدها هم باشه، من پشت نقیره که خالی نمی‌کنم. شیرفهم شد. من جنباری کلا، کار خودته. پیاده میشی، میری در میزنی، یه سری نکاتی رو به این مردی گوشزد می‌کنی. داداش عذرخواهی می‌کنم، من اصلا آدم مناسبی برای این کار نیستم. من الان برم در خونه مردی برگرده بگه تو چیکاره خدا بیامرزی، خب بگم پسرشم، نوشم. سرباسه؟ نه نمیپرسه. اسم مردی چی بود؟ غلام نشه. چی؟ غلام نشه. غلام نشه؟ تو خجالت نکشیدی با کسی که اسمش معلومه رفتی وارد مذاکره شدی؟ غلام نشه آقا مردی یه مدت زندم بود، 2 ماه همبند من بود. یا خدا، یا خدا، یعنی لوزون معده پدر ما تو زندانم رفته. میگفتم مردی پیوندیه، چقدر دنیا کوچیکه. یعنی 2 ماه تموم من بغل دست یک هفته از پنجلی بزرگ خوابیده بودم، من خبر نداشتم. به خدا من اگر میدونستم صبح تا شب، شب تا صبح دور مردی میگشتم. پسر خاله پس کار خودته. با یارو آشنامسی میری در میزنی، یه سری نکاتی ره برای مردی گوشزد میکنی. من که من خیلی با یارو رو دروایسی داشتم توی زندان، اصلا به نزدیک نمیشدم. الان من معاف کن. نه من معاف کن، شما هم نمیری. خیر، پس اگه من رفتم در زدم، مردی رو آوردم بیرون، لوزل مدر از بدنش کشیدم بیرون، پلیس ریخ من کتک زد، 1000 تا بلا سر من آوردن، من از پرواز جا موندم، شما مسئولشین که هم مسئولیت گریخت. داداش دوز و پلیس بودن یارو چه فرقی برای تو داره؟ شما برای ثوابشه که از اعضای پنجلی رو اهدا کردی، اون ثوابم به پاد نوشته شده. بله دیگه، شما مردشوری گل، مسئول شستشوری، مسئول بهشت و جهنم دیگه من که نیست. صفات تو بشه برای من علامه دربازی در نیاری. من نایب الزیاره پدرم، من پای پروازم، حج بابامه دارم میرم به جا بیارم، برای من فرق نداره این مردی کیه، نشه، خمار، خوشیار، بیدار، هر چی که هست. این بابا اگه لوزالمیده رو میخواد باید بیاد به من یه تعهدنامه کتبی بده که این جانب به عنوان صاحب جدید لوزالمیده قول میدم دزدی اقلی نکنم. این حرف منه، میرم روش وای میسم. باشه وایسا. چی گفت؟ از تپاسی چی گفت؟ چیز بعدی نگفت، گفت وایسا. بله کنم همه میریم. بریم. همه با هم باش. من نیم ساعت آمدم باشگاه آقا. بزن، یه بم بزن. آقا دارم میزنم. نیست دیگه، حتما رفته جای بابا. من پاش کارم. آقا این زندون کشیده سمت خودش. آقا فکر بد نکنه، شاید دستباب باشه بنده خدا. در بزن آقا. زندونیو بیقرار خودش میکنه. دیوارای زندان پاتو میمنده، آدمای زندان پابندت میکنن. این 100% زندان کشیده سمت خودش اینه. چرا شعر میگی؟ شعر نگم چی بگم گل؟ ها؟ بریم آقا، بریم. آقا سلام. سلام داداش. سلام. سلام. آقا غلام کجا هستن؟ کسی نیستش، همه رفتن. ان شاء الله فردا سوم تشریف بیارین سر خاک. کدوم خاک؟ قبرستون دیگه آقا. خدا رحمتش کنه فاتح. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله. شما فامیلین؟ فامیلاشین؟ دوستاش هستم. تسلیت میگم آقا، ببخشید. منم از رفقای قدیمیشم، همبندش بودم. این بنده خدا اومده دیدیم اصلا افتاده کف خونه و ما جمع جورش کردیم و دیگه سرسامونش دادیم. نازنین مردی بود. چی شده؟ هیچی دیگه. اسرائیل آقا جان، امروز نیاد فردا میاد، فردا نیاد پس فردا میاد. بالاخره باید بیاد دیگه ان شاء الله. بفهم دقیق نذاشی، بفهمید. خدا رحمتش. عذرخواهی میکنم، چی اتفاق افتاده براش؟ خدای نکرده تصادف کرده مرحوم؟ نه از داخل پوکیده بود. چند وقت پیش هم یه پیوند به درد نخور داشت، اینو بیچاره کرد. یه پاش زندان، یه پاش دادگاه، یه پاش خونه. اصلا نه بود براش از روزی که این پیوندو زد. آقا پس تکلیف این چی میشه؟ این چک کشیده. چی؟ چک. بی‌محل بود داره؟ بله بی‌محل بود. بابا این کارش این بود که چک بی‌محل میکشید، مثل دستمال کلینکس یک فرت چک میکشید. اصخایی میکنم، چک بی‌محل که غیر قانونیه، جرمه. جرم داره آقا. دوز بود دیگه، توقع داشتین چیکار کنه؟ این عادتش بود آقا جون، راه به راه چک می‌کشید. از سرش هم نیافتاد. آقا بفرمایید در خدمت بشیم. سلامت بشید. لا اله. آقا معذرت ببخشید. این شرمنده ها. ما رفقا جمع شدیم خرج کفن و دفن اینا رو دادیم. دیگه بعد خود دستبالش هم خالی بود. اگه محبت کنیم فردا سومشه. یه پول چایی، پول خرمایی کاری انجام بدین واقعا ثواب داره. والا من که چیزی تو جیبم نیست، من خودم قفسی بودم تازه پریدم. نقی جان چیزی تو جیبتون هست؟ این بخره بده پولم بده. جای دوری نمیره، بیا بهش بده. آقا من نمیدم. ندین آقا بده. من 2 تا 20 بده. من خدا رحمتش. آقا دست درد نکنه. بیا جا کش بیا. خدا امواتتون رو بیاموزه. نکش. نه آقا بفرما. حسد داره. آقا دمت گرم، خدا خیرت بده. من فردا زودتر میام سر قبر، کار چیز داشتی کمک میکنم. خداحافظ.